بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی عبده و رسوله الامی الامین و علی آله المهتدین. سلام عرض میکنم خدمت حضار گرامی، خواهران و برادران عزیز حاضر در این مجلس مکرم و محتشم، به ویژه از اساتید، بزرگان، اندیشوران، فعالان فرهنگی و اجتماعی و سیاسی که در جلسه حضور دارند، کمال گذشت را می طلبم که لحظات کوتاهی در محضر شما هستم و وقت گرانبهای شما را میگیرم. تا اینجای مجلس برای من بسیار جالب و آموزنده بود، بهره بردم، استفاده کردم و امیدوارم که از این به بعد هم بعد از من استفاده های کافی و وافی بر عمل بیاید. این مجلس به یاد شهدای گلگون کفن به خون تپیده چوک دهمزنگ در دوم اسد و در روشنایی جنبش روشنایی انعقاد یافته است. من در آغاز سلام می کنم، عرض ادب و احترام دارم به خانواده های معظم شهیدان به خون خفته دوم اسد در جنبش عظیم روشنایی، و درود و سلام و تحیت می فرستم به روان پاک و طیبه شهدای گلگون کفنی که جان خود را و جهان خود را صادقانه و خالصانه و مخلصانه در کف خود گرفته و تقدیم آزادی، برابری و عدالت خواهی برای مردم خود کردند. درود و سلام خداوند به همه آنانی باد که پیام خون این شهیدان را در گوشه گوشه جهان فریاد زدند، از آسیا، استرالیا، اروپا تا کانادا. سلام بر همه نویسندگان متعهد، آرمانخواه، انسانی اندیش که با قلمهای آگاهی بخش خود توانستند گوشه از آرمانهای به خون خفته آن شهیدان را بر آفتاب افکنند تا جهانیان آن را ببینند. و درود و سلام خداوند بر عزیزانی باد که در سومین سالیاد شهادت علم‌انگیز آن شهیدان این مجلس را منعقد ساختند. من که امروز در محضر شما حضور دارم، زبانم و بیانم قاصر از آن است که بتوانم سر سوزنی حتی از حق این شهیدان را ادا کنم. روزی که پارچه های قطع قطع شده جوانان هم دردم، هم سرنوشتم، هم تاریخم را در صفحات میدیای جهان
دیدم به یکی از دوستانم در استرالیا تماس گرفتم، گفتم فلانی کمرم دیگه شکست. فاجعه بس از این، قلبم شکست، جگرم پاره شد. جوانانی را دیدم، عزیزانی را دیدم که مثل قطعه گل، مثل غنچه گل پرپر شدن. آن درد سر جای خود، کمر شکن بود، غم انگیز بود، اما درد مضاعف‌تر از آن وجود داشت که روح و روان و جان آدمی را از درون می‌خورد و تا هنوز هم می‌خورد و ادامه دارد. آن چیست؟ آن درد عظیم‌تر از درد شهادت شهیدان و خون خفته دهمزن چیست؟ اون درد پیام شوم جغدهای شومیست که به گوش جامعه ما پیوسته نواخته شده که این شهیدان را فراموش کنید، فراموش کنید. مفهوم و واژه و کلمه به نام جنبش روشنایی را بر زبان نیاورید. از فردای همان روز تا به امروز این نغمه شوم جغدهایی که پیام مرگ و نیستی را همواره برای ما آورده اند شنیده می شود. در چنین فضایی و در چنین جو حاکم اگر دوستانی همت می کنند از سراسر کشورهای دور و نزدیک کنار هم می آیند و در حقیقت غریبانه می نشینند و غریبانه یاد شهیدان خود را گرامی می دارند، جای بسیار شکرگزاری هست. برای اینکه آبها از آسیا افتاده است، دامها برچیده، خونها شستند، مشتهای آسمانکوب قوی گوا شدند و گونه گون رسوا شدند. یا نهان سیلی زنان یا آشکار کاسه پست گدایی ها شدند. در چنین شرایطی این مجلس اگر به لحاظ کمیت اندک است، و باور من به لحاظ کیفیت بسی ارزشمند است و من به دیده احترام و تکریم به آن می نگرم. و حال که این امکان را به من دادن که لحظات وقت گرانبهای شما را بگیرم و عرایض تقدیم کنم، مایلم که جنبش روشنایی را به لحاظ مفهومی اندکی توضیح بدهم و سپس نکات ضروری و لازم را در این باب عرضه بدارم و شما را به خدای بزرگ بسپارم. 3 سال پیش از این جریانی به وجود آمد که این جریان ابعاد و وجوه مختلفی را با خودش حمل می کرد، جریان جنبش روشنایی. جنبش روشنایی یک واقعیت بود، یک امر واقع بود، یک استثناء به باور من در تاریخ افغانستان بود، استثنای بی بدیل و بی نظیر در کل تاریخ افغانستان، چیزی که در سیمای جنبش روشنایی اتفاق افتاد و تحقق یافت به اعتراف دوست و دشمن در تاریخ افغانستان بی سابقه بود، قطعاً بی سابقه بود.
و ما شاهد این مسئله بودیم که بعد از جنبش روشنایی هم در افغانستان در رابطه با مطالبات سیاسی، در رابطه با مطالبات اجتماعی، در رابطه با برخورد و مقاومت و استادگی در برابر ارگ غاصب غنی کسانی فراوانی پیدا شدند، نام نمیگیرم، ماها تلاش کردند، ماها زحمت کشیدند که یک راهپیمایی عظیمی را از شمال به سمت کابل سامان بدهند. نتوانستند حتی 500 نفر را تهیه کنند و تدارک ببینند که از این شاهراه حرکت کنند و بیایند و در کابل مطالبات سیاسی آنان را مطرح بسازند. نشد این کار. اما در کابل در دو مرحله از جنبش روشنایی چه اتفاق افتاد؟ چه معجزه ای رخ داد؟ چگونه زمین شکافته شد؟ سرک ها دهان باز کرد و تاریخ به یک باره با همه تلخی هایش یک زیبایی را در برابر دید جهانیان و مردم ما قرار داد و نشان داد که معجزه هم صورت میگیرد به معنای نه به معنای مال خولیایی و تخیلاتی و خرافاتیش، بلکه اگر ملتی تصمیم بگیرد که آفتاب را هم به دست بگیرد میگیرد. برق سهله، سر جای خودش. من همان زمان هم در تظاهرات های مختلف آلمان این نکته را یادآور شدم که این اراده، اراده بی‌نظیر تاریخی است. تمامی عوامل مهم نهفته در تاریخ ما دست به دست هم داده و چنین صحنه‌ای را ایجاد کرده است که دیگران از خلق آن عاجزند و این نیرو در درون جامعه ما نهفته بود، متمرکز بود و در طول سالیان سال که نه، بلکه در طول قرنها متراکم شده بود و باید از یک جایی منفجر می شد و منفجر شد. انفجار عظیمی بود برای اینکه ملت تصمیم گرفته بود که اگر بناست ما ذلت مآبانه زندگی کنیم، ما حقیرانه زندگی کنیم، منزلت اجتماعی ما پیوسته تحقیر شود، ما سرکوب شویم، حق مسلم ما را در روز روشن از جلوی دیدگان ما بروبایند، بخورند و ببلعند، این زندگی ننگین را چگونه باید تحمل کرد و چگونه باید در برابرش ایستاد؟ به قول احمد شاملو، این مردم تصمیم گرفتند که گر بد انسان زیست باید پست. من چه بی شرمم اگر فانوس عمرم را به رسوایی نیاویزم بر بلند کاج خشک کوچه بنبست. این شعار مردم ما قبل از جنبش روشنایی و راهپیمایی عظیم دوم اسد و قبل از آن بود. اما روزی که این مردم بسیج شدند و آمدند دنیا را در برابر دیدگان دنیا ظاهر شدند، اون بیت دیگر احمد شاملو زبان حال جامعه ما و شرح حال جامعه ما بود که گر بد انسان زیست باید پاک، من چه ناپاکم اگر ننشانم از ایمان خود چون کو جاودانه یادگاری برتر از این بی بقای خاک. و این شعار شهدای گلگون کفنی به خون خفته چوب دیمزنگ کابل بود. امروز اما ما آمده ایم که از اونها یاد کنیم، میثاق ببندیم، پیمان ببندیم که ما میخواهیم شما را درک کنیم. سخن من اینه. چیزی که در جامعه ما امروز رنجاور مردم، بعد از 40 سال مبارزه علنی و بودن در میدان و جنگیدن
و مبارزات مدنی و قلمی و فرهنگی و 40 سال مبارزه طولانی با ابعاد مختلفش هنوز قدرت درک جامعه ما من میگویم صفر. کسی بر من خورده نگیره. قدرت درک جامعه ما پایینه. چرا؟ به خاطر اینکه پایین نگه داشته می شود. همیشه ما امروز آگاهی، دانایی، شعور، درک و فهم ما همواره زیر خاکستر قرار می گیره. ما مجبوریم ققنوسوار یک بار دیگر از یک جای دیگر سر در بیاوریم. بیایید که به این رسم نامیمون پایان بدهیم. بیایید که بگوییم ما اول قدرت ادراک خود را و درک خود را از مسائل تاریخی و سیاسی و اجتماعی بالا میبریم و پس از آن که قدرت ادراک ما بالا رفت ما تصمیم میگیریم که این درک را که آمیخته با درد اجتماعی هم هست در میدان عمل پیاده کنیم، میداندار باشیم، تماشاگر نباشیم، از جنبش روشنایی بیاموزیم، از جنبش تبسم بیاموزیم، مبارزه مدنی را یاد بگیریم که یاد داریم به عمل بیاوریم و در عمل پیاده کنیم. ما باید باز کنیم و جنبش روشنایی را بفهمیم و درکش کنیم که چیست. من با اجازه شما اشارات کوتاهی در رابطه با شرح و بسط مفهوم جنبش روشنایی ارائه می دهم و شما را به خدا می سپارم. جنبش روشنایی سوالات عدیده را پیش دیدگان ما قرار داده. حال این مردم، این جامعه، این هزاره مخیر است. یا با چشم باز و با اندیشه باز و با تفکر این سوالات را میخوانند، بازخوانی میکنند و برای آن پاسخ مییابند، یا چشمان خود را به هم میگذارند و میبندند و نادیده میگیرند و به قول معروف شطور دیدی ندیدی، کما اینکه در طول تاریخ همین اتفاقا افتاده. حافظه تاریخی ما همیشه مسموم بوده، همیشه مسموم بوده. ما فجیع‌ترین قضایای و حوادث تاریخی را به یاد نمی آوریم. گاهی هم اگر به یاد ما می آید تلاش می کنیم که فراموش کنیم. دردناکه. از نمی دونم از اوروزگان زمان امیر عبدالرحمن یاد کردن دردناکه. از زندانهای مخوف کابل، از کلمنارهای دوره امیر عبدالرحمنی، از قتل عامها و گورهای دست جمعی دوران طالب، از انفجار آثار تاریخی عظیم و سند هویت ما در بامیان و عرض کنم که مجسمه ها، یادآوری اینا تلخه. چای سبز خوردن رو برای آدم یک مقدار ناملائم میکنه. بنابراین بهتره فراموش کنیم، چیزی نگوییم. و کسانی آگاهانه به این کوره برمیدمن به خاطر اینکه نفعشان، سودشان، قدرتشان، ثروتشان، تزویرگریشان، شیادیشان، دین فروشیشان همه و همه متوقف بر ناآگاهی و جهل جامعه است و فراموشکاری جامعه. اگر جامعه بداند که بر اونها چه میگذرد، اگر آحاد مردم و جوانان و نیروهای مستعد جامعه بداند که از کجا سیلی میخورد و بدانند که دستهای نهان و پشت پرده از کجا گلوی این مردم را میفشارد و خفه میکند، اونگاه بر میخیزند، بر میآشوبند. اگر بدانند که چگونه حقوق آنها را میدزدند و میبلعند و میخورند، اون وقت به قول ابوذر شمشیر به دست میگیرن. اگر مسلمانن با این باور و اگر مسلمان هم نیستن، ایمان دینی هم ندارن، وجدان اخلاقی دارن و بر اساس وجدان اخلاقی خود قیام میکند. ابوذر گفت عجبت لمن لا یجد فی بیته قوتا کیف لا یخرج علی الناس.
شاهرم سیفه. در شگفتم از گرسنگان شکم به پشت چسبیده که شب گرسنه سر به بالین می نهن، چگونه شمشیر بر نمی گیرن و بر قدرتمندان و دزدان و غارتگران بر نمی آشوبند.